ممنون از رفیق مهرداد برای بحث بسیار مبسوطشون، مقدمه بسیار عالی برای به اصطلاح مطلب اصلی که در قسمت دوم قرار واردش بشن. اتفاقا فکر نکنم کسی یادش بره، چون به هر حال نوارش هست، ضبطش هست، رفقا درست مثلا روز قبل از جلسه دوم شما میتونن دوباره رجوع کنن به نوار و به اصطلاح یادآوری کنن بحثا رو. به هر حال ممنونم، مقدمه بسیار خوبی بود. رفقایی که مایلن از رفیق مرداد سوالی بکنن یا نکته ای رو ارائه بدن خودشون، نوبت بگیرن و دستشون رو بالا کنن و بعد میکروفون و به اصطلاح ویدیوشون بازه، اگر خواستن از هر کدوم استفاده کنن. یه رفیق رو من میبینم دستشو بالا کرده. یه رفیق مهرداد، شما یه چند دقیقه یه استراحتی لازم ندارین یا بنده همینجوری ادامه بدیم؟ ادامه بدیم تا ساعت. ادامه بدیم. آفرین به اصطلاح استقامت شما. رفیق سرور، بفرمایید اگر مایلید بحثتون رو مطرح کنید. من سلام میگم به رفیق مرداد و رفیق ادمین و همه شرکت کننده ها، و خسته نباشید مرداد عزیز. من یه سوال دارم. به نظر شما نفوذ دولت در اقتصاد مخرب تره یا هژمونی دولت در اقتصاد؟ نمیدونم منظورم رو تونستم بگم یا نه. نه، ببین، دولت آدمای خودش رو یا در عرصه اقتصاد به کار بگیره به طور مخفی، یعنی سیاست دولت رو تو زمینه اقتصاد پیش ببرن اونا تو عرصه اقتصادی، یا اینکه نه، خیلی راحت هژمونی خودشو بر اقتصاد داشته باشه. کدومش مخرب تره؟ یا سرور هر جان، دو در یک اندازه مخرب؟ منظور از هژمونی چیه؟ هژمونی یعنی که درست مثل کشورهای سوسیالیستی، سوسیالیستی شوروی. سرور جان، اولا سلام خدمت عرض می کنم. ممنونم از سوالی که مطرح کردی. این صحبتی که تو می کنی واقعا یه لابراتواری برای بررسیش وجود داره. این لابراتوار سوسیالیسم رفرم شده است. تاریخچه سوسیالیسم رو شما میتونید، سوسیالیسم واقعا موجود، میتونید به دو دوره تقسیم کنید: سوسیالیسم کلاسیک و سوسیالیسم رفرم شده، اصلاح شده. سوسیالیسم کلاسیک قاعدتا تا بعد از اوایل جنگ جهانی دوم 1956 وجود داشت و 1968 و بعد از اون سوسیالیسم رفرم شده. سوسیالیسم کلاسیک سوسیالیسم نوع استالینی بود. مداخله دولت حاضر و عیان بود. بعدن مشکلاتی که ایجاد شد در نظام کنترل شده به وسیله گوسپلان، برنامه ریزی متمرکز، بحثی رو در میان اقتصاددانان مطرح کرد، در اقتصاددانان این نوع جوامع، که باید یه تفکیکی ایجاد کرد بین اقتصاد کلان و اقتصاد خرد. در سطح کلان برنامه ریزی های عمومی رو باید دولت بکنه، مثلا میزان سرمایه گذاری رو، ولی در اداره منابع بازار به شکل محدود وجود داشته باشه و به ویژه بنگاه تولید سوسیالیستی استقلال و خودمختاری مالی داشته باشه. یعنی مدیریت جدید که مثلا در من برای نمونه چند تا مثال براتون بیارم: اوتاشیک در چکسلواکی، ولودزیمیرز بروس که در واقع در لهستان این طرح را ارائه داد، و نیز اقتصاددانان مجار در 1956 این رو در واقع پا وسط کشیدن. حرفشون این بود که اقتصاد استالینی که بر مبنای برنامه ریزی مرکزی آمرانه از بالا تا پایینه باید تغییر پیدا بکنه، اصلاح بشه، مکانیزم های بازار در مقیاس خرد، خودمختاری مالی در قسمت در حوزه بنگاه شکل بگیره، در اهرم های بزرگ در واقع که شامل
تعیین مقدار سرمایه گذاری است. شاخه های صنعتی که باید مورد حمایت قرار بگیرن، اینها رو دولت بکنه. اسکار لانگ هم از این طرح در واقع دفاع میکرد. خب و این آغاز اصلاحات در عمل ما چیزی که ایجاد شد این بود که نظام اداری آمرانه مستقیم تبدیل شد به نظام آمرانه غیر مستقیم و بسیاری اوقات این دومی مضرات هر دو رو داشت، یعنی هم مضرات بازار و هم مضرات اون اهرم اقتدارآمیز برنامه ریزی مرکزی رو همزمان داشت. در مجموع این تجربه تجربه موفقیت آمیز و نجات دهنده ای نبود و به یک معنا نظام آمرانه ای که همه اهرم ها رو داشت مثل دوره استالین از یک جهت قوی تر عمل میکرد و اون مکانیسمش هماهنگ بود، کوهیرنت بود، انسجام داشت. انسجامش رو بعد از این اصلاحاتی که به خصوص در دهه 60 میلادی بعد از بهار پراگ در بسیاری از کشورها شکل گرفت، اولیش مجارستان بود که در اول ژانویه 1968 مکانیسم جدید اقتصادی نم رو راه انداخت، نیو اکونومیک مکانیزم، که این رو انداخت. ولی پشت سرش کشورهای دیگه هم بود. یوگسلاوی میدونید که در این مسیر حرکت کرده، بعد مجارستان، چین دیرترها به این مسیر مطرح کرد، ولی چین قصه مسیرش رو از حد یک نظام بروکراتیک غیر مستقیم در آورد و به سمت یک مکانیسم تمام عیار بازار رفت، بدون اینکه اصطلاح سوسیالیسمش یا سوسیالیسم بازار رو راه کنه. به این ترتیب تا اونجایی که ما لابراتوار داریم، ارجحیت شکل دوم یا اون چیزی که تو اسامی گذاشتی نفوذ دولت بود، که من نفوذ دولت رو مترادف گرفتم با نظام بروکراتیک غیر مستقیم. هژمونی دولت رو وقتی از تو سوال کردم متوجه شدم که منظورت نظام بروکراتیک مستقیمه. غیر مستقیمه لزوما بهتر از مستقیمه در نمیاد. آیا تحت شرایطی میتونه باشه؟ تا کنون ما یه همچین تجربه ای نداشتیم، ولی نمیدونیم که آیا این امکان پذیر هست که تجربه حاصل بهتری به دیگر. رفقای دیگه، بعد یک نفر دیگر رو میبینم. پور لقبی عزیز بفرمایید. جناب پور لقبی، ای صدای من میشنوید؟ دستتون بالاست، بفرمایید. خیلی ممنون. با عرض سلام خدمت آقای وهابی، آقای ثابت، تشکر بسیار هم از آقای وهابی و هم از گردانندگان و فروم مباحثات سیاسی نظری. به واقع از مقدمه بسیار آموختم. دو تا سوالم دارم آقای وهابی. یکی اونجایی که عملکردهای دولت رو برشمردی، جمع‌آوری مالیات، تخصیص منابع برای خدمات عمومی و به اصطلاح مشارکت در کلیت اقتصاد، اگر درست فرموله کرده باشم، ضمناً اشاره‌ای داشتید به این که در مقاطع معینی دولت به زعم مارکس مدافع منافع خودش هم هست. با این دو مقدمه سوال من اینه، این واقعیت که بخشی از منابع تخصیص پیدا میکنن به محافظت از خود دولت، آیا فقط محدود است به مقاطعی که به زعم مارکس دولت به نفع خودش عمل میکنه و نه فقط به عنوان ابزار یک طبقه، و یا یک فاکت عمومیه؟ این سوال اولم است. سوال دومم اینه که اونجایی که تفاوتهای بازار و کارخانه رو ذکر کردید، آیا در بازار کار که به زعم مارکس اضطرار هست که کارگر به فروش نیروی کارش وامی داره، باز هم می توان از مناسبات افقی صحبت کرد؟ خیلی ممنون اگر پاسخ بدید. 100%. بسیار سوالی با ارزشی هست. بذارید از دومی آغاز کنم و به اولی بپردازم بعدا، برای اینکه دومی یکی از موضوعاتی که تو خود مارکسیستا مورد بحثه. آیا جایی که اضطرار هست
یعنی در بازار کار، استقرار اقتصادی، میشه از مناسبات افقی، از مناسبات در واقع افقی یاد کرد و نه عمودی؟ ببینید، پاسخ اینه که در مجموع ما یه مفهومی داریم به نام نیروی کار آزاد. این در مارکس خیلی اهمیت داشت. یعنی مارکس اعتقاد داشت که سرمایه‌داری نظامی است که تولید درش میتونه بدون جبر مافوق اقتصادی انجام بشه. درسته که تعریف مشخص سرمایه‌داری ناظر بر جبر مافوق اقتصادی هست، لااقل در یک دوره طولانی. همین که شما مثلا در ایران امروز نمیتونید سندیکا داشته باشید به عنوان کارگر، نشان از این داره که کارگر یه جبر مافوق اقتصادی بالای سرشه و او رو متمرکز از تمرکز در میاره و متفردش میکنه. ولی مارکس براش این مطرح بود که برای اینکه تولید سرمایه بچرخه، استقرار اقتصادی کفایت میکنه، نیازی به اجبار مافوق اقتصادی نیست. بنابراین در چهارچوب بازار کار رابطه براش بر اساس دستمزد، نه بر مبنای فاکتورهای غیر مزدی. البته ما میدونیم اگر تاریخ شکلی بازار کار رو مطالعه بکنیم، برای قرنهایی شما نمیتونستید آزادانه از یک کارفرما به یک کارفرمای دیگه برید و این در انگلیس صادق بود، در فرانسه صادق بود، در هلند صادق بود. یعنی برای شکل گرفتن همین آزادی تردد، free mobility of labor، آزاد بودن تحرک، موانع تاریخی جدی جدی وجود داشت، مثل چیزی که امروز ما در خلیج فارس داریم برای کارگرایی که استخدام میکنن. کفاله، قانون کفاله همینه که فقط مزد نیست، شرایط اقامت و اعمال کار در اونجا هست. یعنی اصلا بازار کارش توش جبر وجود داره. خب ولی برای مارکس به لحاظ تاریخی این وجود داره که چون این جبرهایی نباشه و سرمایه‌داری بتونه ادامه پیدا بکنه، مشکلی در تولیدش ایجاد بشه. آیا مارکس حق داشت یا نداشت؟ یکی از موضوعات مهم بحث هستش امروز در مورد مطالعه تا بردهداری از این زاویه شده. خب از من اگر سوال بکنید، به نظر من در یک طرح تئوریک که ربط پیدا میکنه با شکل‌های پیشرفته سرمایه‌داری، نظریه مارکس که نظام سرمایه‌داری مبتنی اساساً بر انقیاد اقتصادی، یعنی همون چیزی که میگید استقرار اقتصادی و نه استقرار غیر اقتصادی حاکم. خب استقرار اقتصادی رو شما در مورد هر پدیده‌ای میتونید به کار ببرید، ولی نمیتونید استقرار غیر اقتصادی رو به کار بگیرید. استقرار اقتصادی یعنی که کار نکنید میمیرید، اگر نیروی کارتون رو نفروشید میمیرید، چاره جز نیروی فروش نیروی کار ندارید قطعا. ولی آیا باید حتما شلاق بر سرتون باشه؟ پاسخ مارکس این بود نه، برای تولید سرمایه‌داری نیازه، برای تولید فئودالی نیازه، برای تولید برداری نیازه، یا اون رو به عنوان در واقع انقیاد شخصی و انقیاد غیر شخصی. انقیاد شخصی پرسونال دامینیشن، یعنی حاکمیت یه فرد بر فرد دیگر، و انقیاد غیر شخصی یعنی حاکمیت بازار بر فرد. مارکس میگه در سرمایه‌داری انقیاد شخصی مبنا نیست، انقیاد غیر شخصی یا بازار هست. آیا من اینجا اعتقاد دارم که بازار کار که بر استقرار فروش نیروی کار هست، مناسبات افقی توش نیست؟ چرا مناسبات افقی توشه؟ کارگر اگر آزاده، به دلایل دیگری محدودش نمی کنن شهرش عوض بکنه، به کارفرمای معین آ نیروی کارش رو بفروشه و اگر نخواست بره به کارفرمای ب بفروشه، چون رقابت تو سرمایه‌داری دائمیه، در اون صورت شما میتونید از مناسبات افقی صحبت کنید. اما در داخل کارخونه آیا مناسبات کارگر و کارفرما افقی؟ خیر، عمودی است. اونجا همون چیزی است که مارکس بهش میگه در واقع استبداد کارگاهی، و این تفاوت بین بازار کار با روابط کار یا روابط بین کارفرما و کارگر، بین سرمایه‌دار و کارفرما،
که البته من میگم کارفرما، برای اینکه در داخل کارخونه به ویژه واحدهای تولیدی مدرن عملکرد مدیر و صاحب یا مالک سرمایدار تفکیک میشه، به ویژه وقتی که شرکت های سهامی رو در نظر. سوال اولی که کردید و بسیار به نظر من مهمه اینه که آیا محافظت از خود دولت و صرف منابعی که برای محافظت از خود دولت صرفش میشه این یه فاکت عمومیه یا فقط در به اصطلاح مورد کشوری مثل بوناپارتیس دورای استثنائیه؟ نه، فاکت عمومیه. به گمان من در تئوری های مارکس به طور کلی به دلیل همون نگاهش نسبت به ماتریالیسم تاریخی در مورد چگونگی دعوای دستگاه های مختلف دولت بر مبنای منافعی که هر کدوم از این دستگاه دارن کار زیادی نشده، ملاحظات پراکنده وجود داره. ببینید دولت شما مثل پیاز میمونه، پوست اولیه اون هسته مرکزی پیاز رو شما میتونید بگید قوه قهریه است، ارتششه، بعد بروکراسیشه، بعد از اون یک مجموعه ای از دوایر وجود داره از که میتونه دایره هاش تا به اصطلاح جاهایی باشه که خدمات عمومی مثل جمع‌آوری زباله و به اصطلاح بهداشت عمومی رو در بر بگیره تا به اصطلاح آموزش و پرورش رو. خب در این دستگاه گروه های مختلفی میتونن وجود داشته باشن، بروکرات ها منافعی دارن. شما شاهد هستید که مثلا در فرانسه مدت ها میخواستن مالیات بر تلویزیون رو به خاطر پخش برنامه حذف کنن، ولی دوایری که از این مالیات به وجود اومده بود شکل گرفته بودن مقاومت میکردن و مانع میشدن که این مالیات حذف بشه، برای اینکه اون اگه مالیات حذف میشد این بخش ها حذف میشده. شما ارتش رو دارید و تو ارتش فقط خاصه به اصطلاح یک کشور و دو کشور نیست، انواع گروه های حفاظتی رو دارید، اعم از ژاندارمری دارید، اعم از ارتش ثابت دارید، اعم از ارتش در واقع نوع بسیج دارید، اعم از گروه های پارامیلیتر دارید، یا نهادهایی مثل پنتاگون دارید و سیا دارید. در کاره امنیتی همچنین نهادهای موازی به چشم میخورن. اینا منافع خاص خودشون رو دارن و این به صورت دائمی عمل می. به عبارت دیگر مارکس به همون اندازه که رو رابطه دولت با طبقات بیرونی تمرکز پیدا کرد و به اصطلاح به بحث درباره اونها نشست، در مورد خود مکانیزم های داخلی دستگاه دولت کمتر در واقع مطالعه کرد و این یکی از کمبود هاست. البته وقتی من میگم کمبود ها بهشش به این معنی نیست که شما میتونید انتظار داشته باشید که مارکس در یک عمر 63 سالش باید همه این کارا رو میکرده، نه، ولی نشون میده کجا محدودیته. و البته دیدگاه ماتریالیسم مارکس، ماتریالیسم تاریخی مارکس برای مطالعه دستگاه درونی دولت کمتر اهمیت قائله تا مکانیزمایی که از بیرون سبب به اصطلاح هدایت دولت میشن و اون هم نقش طبقه اصلی در تولید. خیلی ممنون آقای بابی. خواهش میکنم آقای نه. برنامه. دوستان و رفقای گرامی، کس دیگه ای من دستشو بالا نمیبینم. سوالی نکته ای رفقا دارن دستشون رو بالا کنن. من خودم حالا که کسی نیست یه سوالی ازتون داشتم رفیق مهرداد. بله. خودتون اشاره کردین به هر حال دولت هم به یه معنایی از نظام موجود باید دفاع بکنه، در چه از نظام قدرت موجود و نظام طبقاتی موجود و نظام اقتصادی موجود به یه شکلی باید دفاع کنه، ولی خب جامعه از هم میپاشید. دو، از طرف دیگه سری خدمات عمومی هر دولتی باید به صلاح جمعیتی که این معرفشونه بده. در دور بنابراین حتی دوران قدیم هم این تعریف کلی در هم مورد شاید همه دولت ها به یه شکلی صادقه. در دوره قبلی هم به هر حال خدمات عمومی هستن، همونطور که گفتی یکیش مثلا خود مسئله نظامی دفاع از اون قلمرو.
در دوره مدرن اینا خیلی هم بیشتر شدن. ولی یه تفاوت مهم بین دولت‌های ما قبل سرمایه‌داری و سرمایه‌داری هست، خودتون هم یه اشاره‌ای کردید به این معنا که دولت‌های ما قبل سرمایه‌داری همون طبقه حاکمه در واقع دولته، قدرت دولتی دست همون طبقه حاکمه است. 20 تا 30 تا زمیندار بزرگ یه مملکت رو عملا گرفتن دستشون. در جامعه سرمایهداری این اصلا عملی نیست، برای اینکه نمیشه بسا قدرت سیاسی رو داد دست یه عده سرمایهدار. ما که میگیم این دولت در خدمت طبقه حاکمه است، این طبقه حاکمه یه طبقه حاکمه منسجم و هموژناس و به صلاح دارای نظر واحد که نیست، درونش رقابت و درونش بسیار اختلاف منافع هست، هر کسی داره تلاش میکنه برای سود بیشتر وسط این طبقه، درنچه حتی منافع مشترک خودش رو شاید ندونه افراد متفاوت طبقه. خیلی تفاوت داره با دوران فئودالیسم مثلا. برای من میخواستم یه مقدار اگه میشه راجع به این ویژگی دولت بورژوا صحبت کنیم، ویژگی دولت سرمایهدار که در واقع نمیشه خود سرمایه‌دارا بشن رهبران دولت، باید یه عده آدمایی که میگن ما معرف منافع عمومی هستیم، ما خونسا هستیم، ما بین طبقات بسیار بالانس زدیم، ما هستیم دولت. دولت مشروعیت خودش رو میخواد به عنوان این منافع عمومی دائما توجیه کنه. این تفاوت رو میخواستم اگه ممکنه یه ذره بشکافید در رابطه با این تئوری ابزاری از دولت، دولت به مثابه ابزار طبقه حاکمه. به نظر من یه مقدار مسئله پیچیده تره دیگه، شکلی که این دولت سرمایهداری یه مشروعیتی برای نظام سرمایهداری به طور کلی ایجاد میکنه و اونجایی هم که البته کسی بخواد در مقابل این مشروعیت مقاومت کنه، قوای سرکوب رو داره که به اصطلاح سر جا بشوندش. من در رابطه با این تئوری اقتصادی دولتی که دادید خواستم یه مقدار بیشتر تمرکز کنید اگه میشه سر این جنبه ویژگی دولت سرمایهداری در مقایسه با دولت‌های ما قبل سرمایهداری. چجوری این دولت میتونه منافع پراکنده و گاهی حتی متخاصم سرمایه‌دارای متفاوت رو تبدیل کنه به یه منافع مشترک سرمایه داری؟ این پروسه و چجوری میتونه در این کار از طریق به اصطلاح این سیستم لیبرالی و دموکراسی پارلمانیش حتی این توهم رو برای کل توده مردم ایجاد کنه که شماها در واقع دارین این منافع مشترک رو تعیین میکنید، منافع عمومی که تعیین میکنید در واقع منافع مشترک سرمایه داراست، ولی شما هم دارید در این نقش دارید. این مشروعیت رو به یه شکلی از این طریق بدون اینکه احتیاج به زور مستقیم داشته باشه مگر اونجا که لازمه، این ویژگیش یه ذره به سادگی صرفا یه تئوری ابزاری نیست، شکلی که مثلا انگلز توی مثلا دولت و خانواده و مالکیت مطرح میکنه یه مقدار خیلی ابزاریه، خیلی حالت صرفا یعنی تعریف عمومی دولته تا تعریف ویژه دولت بورژوا. مارکس یه دو سه جا اشاره داره به اینکه چجوری به اصطلاح این لیبرالیزم سرمایهداری اجازه میده به اینکه مردم فکر کنن در واقع اونان که دارن این منافع مشترک عمومی رو تعیین میکنن، خودشون درش درگیر و سهیمن، به جایی که در واقع دولته که داره منافع عمومی بورژوایی رو به عنوان منافع مشترک اجتماعی بیان میکنه. اگر لطف کنید وقت اگر داشتید سر اینم، اگر میبینم رفیق دیگه دستش بالا نیست، اگر خواستید سر این یه مقدار توضیح بدید مطمئنم مفید خواهد. ببینید در مورد این ماجرا اول از همه بگم اینطور، سوالی که مطرح کردید سوال بسیار مهمی هست
من فکر کنم که یکی از کسانی که در دوره اخیر سعی کرده این سوال رو بررسی کنه مکلاسکی هست. این قصه رو دریدر مکلاسکی سعی کرده این قصه رو بررسی کنه، به اون محدود نبوده، برای اینکه مفاهیم حقوقی رو تا حدودی هم در مورد تاریخ انگلستان جفری هاجسون مطالعه کرده. من فکر می کنم در میان مارکسیستا کسی که راجع به این قصه با دقت زیادی صحبت کرد پیش از اینها پری اندرسون بود، و خب حتما دوستان با خبر هستن، اگر نیستن خوبه با خبر بشن. کتاب تبارهای دولتهای استبدادی که به وسیله حسن مرتضوی ترجمه شد مال کتاب پری اندرسون، انتشارات سالس درش آورد. من نشر سومش رو دیدم در سال در واقع فکر می کنم 1396 در واقع بیرون اومد، و این Lineages of the Absolutist State در واقع هست. خب خیلی کار با ارزشیه، که البته تفسیر پری آندرسون در مورد دولت‌های استثنایی هم نقده بر اندیشه مارکس و انگلس و قبول نداره اون شیوهی که دولت‌های استثنایی در کارهای اونها تفسیر شده، و سعی میکنه به اصطلاح مفاهیمی رو مطرح کنه که تا حدودی از حیث ماتریالیسم تاریخی هم تغییراتی رو ایجاد میکنه در گفت چیز خودش. ولی من فکر میکنم که در دو عرصه در واقع موضوع بررسی شده، از جانب مارکس و بعد از مارکس در میان کارهای دیگه، از دو عرصه. به نظر من این بحثی که شما مطرح کردید، تفاوت بین دستگاه دولتی که در دوره سرمایه‌داری شکل میگیره با دولت‌های دیگه در چیه، اشکال دیگه از دولت که از دولت شکل نگرفته چیه، موضوعی که بیش از هر چیز برمیگرده به تئوری حقوقی، سیاسی و جامعه شناختی دولت، کمتر با تئوری اقتصادی. یا تئوری اقتصادی از این زاویه به قصه نگاه نمیکنه، ولی خیلی مهمه به لحاظ تئوری حقوقی، سیاسی و جامعه شناختی این پرسشی که شما مطرح کردید. تو را به عزیز، من میخوام بگم که چه عواملی توضیح، یکیش که خودتون به روشنی گفتید، همین بحثی که در سوال آقای پورنقوی هم بود، در نظام سرمایداری اساس در واقع حاکمیت، حاکمیت فردی نیست، حاکمیت غیر فردی. خب این معناش چی بود؟ معناش این بود که در اندیشه مارکس تاریخ تحول دولت از یک دولت شخصی به دولت غیر شخصی یک تاریخچه است که با دو مؤلفه مشخص میشه: پیدایش بوروکراسی مدرن و دستگاه ارتش ثابت و منظم. این رو شما در کار ماکس وبر میبینید که به عنوان مشروعیت راسیونالیزه شده میبینه. و خب اگر ما بخوایم یه معنایی رو بدیم از استقلال دولت، یکیش اتفاقا پیدایش ارتش مدرنه. خب ارتش مدرن چجوریه؟ خب ما اینو در واقع توی 18 برومر میبینیم که چجوری اصلا شما یه ارتش شکل میدید که فقط در واقع جنرال ها نیستن که اون ارتش رو تعریف میکنن، بر مبنای سرباز شهروند از انقلاب فرانسه آغاز شد و این دستگاه شروع شکل. این قصه در مورد دیوان سالاری مدرنه و پیدایشش، به خصوص این در آلمان. باید بگم بعضی چیزایی رو که مارکس و انگلس گفتن واقعیت امر در لزومن در محل زیستنشون، زندگی کردنشون، خودشون شاهد نبودن. پاره چیزایی که گفتن خودشون شاهد بودن. اگر در یک جایی صحبتهایی که انگلس در نقش قهر در تاریخ میکنه در مورد بوروکراسی صادق باشه، در مورد بوروکراسی آلمان و یک وضع بلبشویی که یونکرها داشتن در شکل دادن ارتش، پیاده نظام، سواره نظام، انگلس وارد جزئیات میشه که چجوری نظام رسته‌ای بود. بنابراین بخشی از این ماجرا برای اینکه یک دونه اراده‌ای خارج از این یا اون طبقه، یک کالکتیو اکشن ایجاد بشه، شامل دو نهاد ارتش و بوروکراسی و سپس پارلمان، درست؟ و این پارلمان هم در واقع
استیت جنرال که در 1789 شکل گرفت و پایه اولیه انقلاب رو اونجا شکل داد، و این همینطور صادقه در مباحث مربوط به جنگ هایی که دولت های سلطنتی مطلقه و نیمه مشروطه انجام دادن، در این مورد هم خب خیلی خیلی حائز اهمیت بود. مارکس و انگلس به نقش پارلمان به عنوان توی انقلابات سال 48، حتما تو را به عزیز خودت دیدی از مجلس فرانکفورت چه بود و چقدر مجلس بیخاصیتی بود، بعد چجوری پارلمان شکل میگه از پرگوخانه به یک نیرو، و حتی در ماجرای قصه و حتی نوع انتخابات که آیا رئیس جمهور باید بر مبنای انتخاب عمومی باشه، پارلمان بر مبنای انتخاب. یعنی ببینید یک مجموعه قصه ای هست که در مورد اساسا پیدایش دولت شکل گرفته و اون دولت مدرن با ارتش ثابت و بوروکراسی دیوان سالاری مدرن و پارلمان جدید به عنوان محل چانه زدن بین حاکم هست و به اصطلاح طبقاتی که زیر بروبالش هستند، از یک طرف تجار که باید به دولت مالیات بدن و غیره. در یک کلام اینجوری من میخوام بگم، به نظرم اون چیزی رو که گفته شد از جانب یکی از مهمترین به اصطلاح کسانی که ریچارد تیلی، که یکی از مهمترین کسانی که در تاریخ دولت رو در غرب مطالعه کرد، جنگ ها دولت های جدید رو به وجود آوردن، و این جنگ ها دولت های جدید رو وجود دارن، من بهش البته اضافه کردم انقلاب و جنگ ها دولت جدید رو به وجود آوردن، هر دوتای اینها به شکل گرفتن ایمپرسونال استیت نقش بازی کرد و بعد ایمپرسونال استیت تبدیل شد به دولت. خب این رو مارکس و انگلس، من در گفتارم یه جایی گفتم که سه مرحله قائل شدن از مونارشی مطلقه، استبداد یعنی نظام سلطنتی مطلقه، به نظام نیمه مطلقه یا بوناپارتیستی، از بوناپارتیست به جمهوری دموکراتیک، و اعتقاد داشتن جمهوری دموکراتیک شکلی هست که حاکمیت در واقع طبقه رو ایجاد میکنه بدون اینکه فقط بر یک وجه طبقه بر وجه دیگه ای رجحان پیدا بکنه، یعنی یک مکانیسمیه که امکان میده که منافع گروه های مختلف بتونن خودشون رو منعکس بکنن و از به اصطلاح تقابل اراده های اونها نفوذ بیشتر یا کمتری در واقع در دستگاه دولت داشته باشن. من فکر میکنم این ماجرا پایش همونی که خدمتون عرض کردم، ماجرای تفکیک حاکمیت شخصی از غیر شخصیه در نظرگاه مارکس. دومین عرصه که کمتر در ادبیات مارکس اومده و ولی خیلی مهم بوده، مفهومی است به نام دیمارکیشن تیوری. خب دیمارکیشن تیوری چی میگه؟ مفهوم تمایز حاکمیت و مالکیت. مفهوم تمایز حاکمیت و مالکیت این از قرن 12 در میان حقوقدانان لیون پا گرفت، ولی پایه فکری مکتب منچستر شد و همون چیزی که من در یک جای از بحثم به تفصیل راجبی صحبت کردم، دولت باید خادم مردم باشه. در اساس این چجوری تعبیر می شد؟ دولت باید پاسدار مالکیت باشه، نه مالکیت تابع دولت. تفکیک پیدایش دولت مدرن یک جور دولت اخته شده است که به قول انگلس گفتش که این دولت رو که اول یک دوره استقلال برای انگلس اینجوری بود که اول بورژوازی میاد برای اینکه اعمال طبقه کنه، میبینه ضعیفه در مقابل پرولتاریا، قدرت رو با فئودال ها که قبلا قوای نظامی و ارتشی رو داشتن تقسیم میکنه، وقتی که اونها میتونن طبقه کارگر رو سرکوب کنن سر جاشون بشونن، بورژوازی قدرت اقتصادیش رو افزون میکنه و در یه جایی شروع میکنه تدریجا خریداری کردن دولت، و این آخرش جمهوری دموکراتیک، و میگه مثل اوراق بورس دولت به وسیله در واقع سرمایه‌داران خریداری شد. خب و چگونه مکانیسم‌های درونی دولت ایجاد کرد
که هر بورژوازی نتونه یک باره تصاحب رو کسب بکنه ولی دولت بتونه منافع عمومی رو حفظ کنه، اون پیدایش نهادهای غیر شخصی در دستگاه دولته که وسیله توافق اونها رو از طریق چانه زنی بدون استفاده از قهر ایجاد میکنه. به نظر من مهمترین چیزی که شاید بشه دموکراسی رو تعریف داد، دموکراسی مدرن رو بشه تعریف داد یا حاکمیت طبقه رو تعریف داد، امکان تعویض قدرت بدون استفاده از خشونت. یعنی از من اگر بخواید بپرسید مفهوم دولت رو با چه عناصری میتونید تولید بدید در حوزه سیاسی، یکی از عوامل بعد از ماجرای تفکیک حاکمیت و مالکیت تغییر قدرت یا رژیم های سیاسی است و میتونه این انجام بشه. میتونه دولت از رژیم سیاسی تفکیک بشه، رژیم های سیاسی تغییر میکنن بدون خشونت، برای اینکه رژیم سیاسی تغییرش موجب تغییر دولت نیست که پایش حفاظت از مالکیت. خب بنابراین من اینجا بحثم رو به پایان میرسونم با تکمیل این مسئله. اگر شما دولت ایمپرسونال ایجاد بکنید متکی بر ارتش ثابت، بر بوروکراسی مدر، بر دستگاه چانه‌زنی مدر یعنی مجلس، قادر خواهید بود یک دستگاه دولتی ایجاد کنید که خادم مالکیت باشه ولی رژیم سیاسی درش قابل تغییر باشه بدون لزوم ورود قوه قهریه برای تصفیه حساب داخلی. این مهمترین چیزه که مقررات نه فقط پذیرفته بشه برای یه عده معین، یعنی یه عده معین، یعنی همه مردم نه، یه عده معینی از مقررات تبعیت میکنن ولی خودشون راه هستن، یعنی یه عده مقررات وضع میکنن ولی خودشون راه هستن، بین خودشون اجرا میکنن و یه عده همگان رو ملزم میکنن به تامین مقررات عمومی بدون اینکه قدرتشون تغییر کنه. قدرت اقتصادیشون، بورژوازی زمانی تونست در واقع بگه که ما هم مثل بقیه از قوانین پیروی میکنیم. این حتی در مورد حق رأی هم صادق بود. حق رأی اولش بر حسب مقدار مالکیت بود و مقدار دانشتون، هر کی هر میتونست رأی بده. زمانی که در واقع این امکان پدید اومد که اگر شما به عموم حق بدن نمیتونه از زیر سلطه به اصطلاح سرمایه مکانیزم عوض بشه، تغییر بکنه، در اونجا هیچ مهم نیست که همه رأی داشته باشن، مهم اینه که مالکیت قدرتش بر حاکمیت اولا احراز شده باشه، یک، دو، مکانیزم هایی ایجاد شده باشه و این مکانیزم ها چیه؟ جلوی کودتا و انقلاب رو بگیر. و این مکانیزم هم از 1870 ایجاد شد، عبارت معروف جنرال گامبتاست، میگم جنرال پارلمان، پارلمانتاریست گامبتاست، که گفت به ازای دادن حق رأی به کارگران ما تفنگ‌ها رو ازشون پس میگیریم و این باعث میشه که نه بین خودمون کودتا کنی نه کارگران علیه ما به خاطر نداشتن حق رأی مسلح بشن. برای تمام مسئله اینه که رژیم سیاسی بتونه از دولت تفکیک بشه، دولت ثبات و استمرار کاری خودش رو به نفع حفظ مالکیت در قبال حاکمیت داشته باشه که امکان بده رژیم سیاسی عوض بشه بدون استفاده از قهر. این جواب منه به پرسش شما به طور خیلی کلی. به لحاظ اقتصادی البته فاکتورهای دیگه اینجا عمل میکنه. بله مرسی، دقیقا این خودش یکی از نکاتی است که نشون میده چرا رژیم سیاسی با دولت دو تا چیز متفاوتن، به هم ربط دارن ولی رو هم دیگه اثر میذارن و در واقع درجه از استقلال هم دارن. رژیم سیاسی بیشتر متناسب با تناسب قوای اجتماعی و سیاسی در یه مقطع خاص، در صورتی که دولت نهادهای پایدارتر و درازمدتتر هم همونجوری شما گفتید رژیم میتونه عوض شه، دولت ولی ماهیتا همانه. و این اتفاقی که از نکات خیلی جالبه دیگه در رابطه با این تئوری اقتصادی دولت، خیلی ها میان صحبت میکنن از مثلا تئوری اقتصادی دولت، منظورشون صرفا مداخله رژیم سیاسیه در اقتصاد. آیا مثلا این
موافقن اینا با دولتی کردن، نمیدونم سوبسید دادن یا ندادن، در که تمام این نهادهایی رو که ساخته شده در دولت بورژوایی برای دفاع از به اصطلاح اون شرایطی که بتونه انباشت رو اجازه بده، این رو کاملا فراموش میکنن. برای من این نکته که گفتیم خیلی مهمه برای فهم این تمایز بین رژیم سیاسی و دولت. یا تو بحثای خودتون در رابطه با انفال اون دفعه صحبت کردید، خیلی نکته مهمیه دیگه، چجوری در واقع این رژیم سیاسی، رژیم آخوندی که از انقلاب 57 اومد بیرون، در واقع به تدریج زده دخل اون دولت، حالا دولت قلابی بورژوایی بود، اون دولتی هم که ما داشتیم یه دولتی که از بالا ساخته شده، بیشتر شبیه دولت پروس بود تا یه دولت بورژوازی مدرن، دولت رضا شاه و دولت پسرش. ولی با وجود این به هر حال یه نیمچه دولت بورژوایی به اصطلاح در ایران ساخته شده بود دیگه. عملا میبینیم اینجا یه نکته جدید ما دیدیم که رژیم سیاسی زده دخل دولت را آورده، یعنی از دولت بورژوا دیگه چیزی نمونده، یعنی اصلا فراموش شده خیلی از خدمات اجتماعی که این دولت بورژوایی باید بکنه، این اصلا هیچ محل نمیذارن، یعنی اصلا هیچ کاری به کارش ندارن، کاملا رفتن روی استفاده از دولت به عنوان ابزار غارت به جای هر چیز دیگه. بنابراین اتفاق خیلی امیدوارم تو بحث بسیار مفصلترتون سر به صدا تئوری دولت، این جنبه تفاوت رژیم سیاسی و دولت هم یه مقدار دوباره ای بتونید بشکافید، خیلی جالب خواهد. من دست رفیق دیگه بالا نمیبینم، رفقا سوالی بحثی؟ دست کسی دیگه رو بالا نمیبینم. مهرداد عزیز، اگه شما مایلید یه جمع‌بندی فکر میکنم. بکنید یا اشارات خب دیگه وقتی ای که داشتید سکوت بفرمایید. هست میگن سکوت همیشه سرشار از ابهامه، یا میتونه اونقدر من حرفایی که زدم مورد چی میگن موافقت همگان باشه که سکوته، یا اینکه اصلا مورد موافقتی نیست و سکوته، ولی در هر صورت خود ابهام بیان این که ما به پایان این جلسه رسیدیم. اگر مایلید یه نکات دیگه هم بگید بفرمایید. من هیچ چیز دیگه ای، یعنی من هر امشب واقعا فکر می کنم به اندازه دو جلسه سخن گفتم و واقعا هم از چیزی که متاسفم، امیدوارم این اتفاق نیفتاده باشه، اگر حجم مطالب زیاد بشه فرصت تمرکز، من الان به شوخی گفتم این رو در مورد اینکه ابهام به یکی از این دو شقه، یک طرف خود سخنران میتونه قالبی رو که گرفته باشه برای ارائه بحث خیلی طولانی باشه و این امکان تمرکز روی بخشی از موضوع رو کاهش بده، این اگر باشه و من فکر میکنم شاید این باشه، متاسفم، ابراز تاسف باید بکنم از اینکه این بحث سنگین شد، یعنی یک مجموعه از قصه ها رو در واقع هست، ولی میخوام اینجا به دوستم تراب بگم که وقتی میگفت همه رو میشه در یک بخش آورد، میگفتم والا بلا به پیر و پیغمبر نمیشه این کار در یک بخش کرد، خود شاهد هستش که این بحث ها رو نمیشه واقعا، حالا یه بخش از اون بخش دیگه کامل یه مبحث در واقع. بله به هر حال شما ماهرانه تونستید همین دو بخش رو در یه بخش، فعلا دو بخش منظورم مقدمه است، در یه بخش ارائه بدید. میگم خوشبختانه نواراش هست، در نتیجه رفقا میتونن همیشه رجوع کنن دوباره به ضبط اینها و به خصوص قبل از جلسه بعدی خودشون رو آماده کنن. من که بسیار دوست بهره عزیز بردم و تراب جان تشکر ببخش، میکنم. من مثل اینکه بفرمایید. گویا میگن سجاد یک نظر دیگر هست، من میبینم سیامک مهر، سجاد دستش رو برده بالا. بله منم دیدم این زیر اسمش رفته. بفرمایید رفیق سجاد بفرمایید. دوست عزیز سجاد با صدایی ازتون نداریم. علیکم، صدای من بفرمایید. الان بعد هستش؟ صداتون رو بعد بله.
در مورد این بحث حقوق شد که حالا من یک کامنتی هم گذاشتم در این مورد، اینکه حقوق اینجا به یه پارادوکسی اینجا اشاره کردین در بیانات مارکس، اینکه فرمودین که یه جایی مارکس میگه که حقوق برای اقلیته، اما وقتی که میرسه به دولت میفته واسه اکثریت، یعنی بازنمای اکثریت دولت سوسیالیستی، که اینجا یه به یه تناقض شما اشاره کردین که اینجا به نظر من اصلا رخ نمیده. حالا من تو کامنت گذاشتم ما تو شوروی اصلا چیزی به اسم حقوق مدنی اینجا نبود داشته باشیم، اصلا حقوق مدنی اصلا منتفیه و اینها اصلا دو تا چیز جدا از هم هستن، اینها یک چیز نیستن. اصلا مارکس این پارادوکس زمانی شکل میگیریم که ما منبعمون یکی باشه، اینجا ما منبع یک نیست. حقوق اصلا واسه جامعه بورژوازیه، ما در جامعه سوسیالیستی میگه حقوق مدنی اصلا وجود داره، میگه ما تو شورای حقوق مدنی داشتیم، ما تو شورای حقوق اساسی کشور رو داشتیم. و اینکه من چیزی که حالا داشتم دقیقا همین بود، سوالی که داشتم دقیقا همین بود، که اتفاقا من واقعا بحثتون خیلی واسه من، حالا جدای از این نام که واقعا بحثتون واسه من خیلی ارزشمنده، چون من خودم تزای مختلفی کار میکنم و خیلی مقاله علمی پژوهشی از من اومده بیرون واسه مددکاری اجتماعی کارگران و کارمندان، که دقیقا به همون نهادگرایی و خودمختاری کارگران و کارمندان تو نهاد کارخانه و اینا اشاره داشتم و واقعا همیشه از بحثتون استفاده میکنم، مخصوصا این جلسه واقعا خیلی واسه من مفید بود. ولی خب بحث ما دست دقیقا همون حقوق مدنیه، چون ما جای حقوق متفاوت دیگه، حقوق مالی داریم که تحت عنوان حقوق عمومی هم میاد تو ایران، حقوق عمومی و مالی، حقوق مدنی داریم که اینجا بحثی که شما آوردین و همچنین بحثی که خود هگل هم مطرح میکنه حقوق مدنیه. و این دقیقا اصلا شکل اینجوری سیستم بگیره تو کمونیسم، همونطور که تو شوروی اینجا نمی شکل بگیره. خواستم در مورد همین بود سوالم، میگم متشکرم، به جواب بدین، خیلی ممنون. سجاد عزیز، پرسشتون پرسش بسیار با ارزشیه، واسه همینم هم میگم ای کاش این جلسه دو قسمت میشد، که در واقع به طور چی میگه از مرکز، اگر یه جلسه رو به دو قسمت تقسیم کنیم بین اول و آخرش خیلی فاصله نمیفته. وقتی بین مثل فرض بکنید کشوری که خیلی پهناوره پیرامونش با مرکز تفاوتشون زیاد میشه. خب من البته احتمال داره پرسشی که شما کردید و پاسخی که بدم برای خیلی ها علیرغم که نوار کامل در دسترسه، ولی لزوما همه تا آخر نره نتونن گوش بدن، ولی سوال خیلی مهمی. ببین من از تناقض مارکس اولا صحبت کردم، به هیچ وجه تناقض مارکس به همون به تناقض اتحاد شوروی بر نمیگرده. مارکس از دیکتاتوری انقلابی پرولتاریا به عنوان یک دوره گذار یاد میکرد، نه اینکه دیکتاتوری دائمی میشه بعد از دیکتاتوری تبدیل میشه به دیکتاتوری خلق. در اتحاد شوروی این اتفاق افتاد، دولت دیگه اصلا باستانی میشه، دولت جاودانه میشه. اصلا برای مارکس اگر دیکتاتوری پرولتاریا میخواست جاودانه باشه میزد تو سرش، میگفت یه نظام جدیده. خب و باکونین اتفاقا باکونین باورش بر این بود که اونچه که مارکس داره میگه دولت به عنوان ابزار حاکمیت طبقه کارگر به اینجا میانجامد. خب بنابراین من میخوام بگم که واقعا باید کارهای آنارشیست ها دوباره مطالعه بشه. خیلی ها در ایران مسخره میکنن آنارشی رو و آنارشیست ها رو و میگن مثلا حرفای بی رب میزنن، به هیچ وجه اینجوری نیست. به نظرم تو کارهای باکونین و پرودون چیزای بسیار با ارزشی وجود داره به هر حال، و آدمای دیگه‌ای که در این دوره اخیر خیلی هاشون کار کردن تو ادبیات من به اونا زیاد هجوم میدم، از جمله جیمز اسکات. ولی شما یه چیزی رو فرمودید، بنابراین با شما هم رأی هستم که اون چیزی که مارکس میگه با اونچه که در اتحاد شوروی اتفاق افتاده یکی نیست، ولی این ایده که دولت ابزار یک طبقه هست میتونه به همین جا منجر بشه که در اتحاد شوروی اتفاق افتاد. ولی شما اشاره کردید در اتحاد شوروی اصلا حقوق مدنی وجود نداشت، باور من این نیست. حق کار یه حق مدنیه، یعنی شما در اتحاد شوروی به هیچ وجه بیکار نباید داشته باشید، حتی کارهای زائد ایجاد میشه ولی بیکار نباید باشه. حق مسکن یه حق مدنیه، حق بهداشت یه حق ولی بین اونچه که در واقعیت وجود داره و اونچه که رو کاغذ وجود داره تفکیک ایجاد میشه.
یعنی مثلا حق بهداشت برای همه است، ولی آیا همه رو میتونن توی بیمارستان اگر به عمل احتیاج بود عمل کنن؟ حق کار برای همه است، ولی آیا واقعا همه کسایی که کار دارن کارشون واقعا مفیده؟ یا مثلا در هر ساختمون یه بابوشکا گذاشتید فقط برای جاسوسی کی اومد کی رفت، یا توی هر مترو اصلا این کار زائده، ولی گذاشتید برای اینکه حق کار تضمین بشه. نه، این عبارت که در شوروی حقوق مدنی اساسا وجود نداشته به نظر من حرف ناسعیه. اما یه چیز در شوروی وجود داشته و پایه‌هاش قبل از انقلاب شوروی بوده و من حتی اعتقاد دارم که از کنگره دوم حزب سوسیال دموکرات روسیه بوده، حق انقلاب و دیگر حقوق. یک بحث بسیار مهمی بود که پلخانوف در واقع پیش کشید، لنین هم از اون طرفداری کرد، مدت‌هایی که از موضوعات مورد تأمل بود، اینکه جایی که حق انقلاب مطرحه همه حقوق دیگه نسبت به اون فرعیه، اصل انقلاب. خب این در بعد از تغییر حکومت در شوروی تبدیل شد به حق حزب کمونیست که سمبل تداوم انقلاب، که اونجایی که حزب کمونیست تصمیمی میگیره حق مطلق است، بر همه حقوق دیگه از جمله حقوق مدنی باید فائق بیاد. اما حق کار یه حق نقصان برندار تخطی ناپذیر بود، مثل فرض کنید در جمهوری اسلامی حجاب که براش تخطی ناپذیر شد. خب بنابراین میخوام بگم این پیچیدگی رو نباید در نظر گرفت، از اینجا به این نتیجه رسید که حقوق مدنی در شوروی وجود نبود، ولی حقوق مدنی منوط بود، مشروط بود به حق حاکمیت حزب کمونیست به عنوان نیروی منحصر به فرد قدرت. تمام، ممنون از رفیق مهرداد. یه رفیق دیگر میبینم دستش بالاست، پورنقبی عزیز، بفرمایید. خیلی ممنون آیه. من حقیقت محدود کردم نوبت قبلی خودم رو به دو تا سوال، علاقمندم دو سوال دیگه یه مطرح کنم اگر وقت اجازه میده و توان شما برای استمرار توان شما برای پاسخگویی. اشاره بسیار درستی در پاسخ اخیرتان داشتیم به سهمی که آنارشیستا داشتند و من علاقمندم شما مکس بیشتری داشته باشید روی به خصوص سهمشان در به اصطلاح تئوری جامعه شناختی دولت. پنهان نمیذارم و من وقتی توضیح عمومی شما رو شنیدم فکر میکردم که یادی از سهم آنارشیستا در تئوری جامعه شناختی دولت داشته باشید یا تأکیدی بیشتر از این. و دومین سوالم این هست که اشاره داشتید به نظر کارل شمیت دایر بر این که مرز زندگی و حقوق ثابت نیست. اگر درست نقل بکنم ممنون میشم در این مورد هم توضیح بدید. خیلی ممنون، پیشا پیش. خب جناب پورنقوی، نه توان هست، هنوز یه اندک مایه این مونده برای جوانان قدیم تا ساعت 10 شب که وقت قرار قبلی مونده. ببینید من جا به جا اگر اندیشه که تو اینجا بعضی صحبت کردم در یه جا به صراحت آوردم از باکونین و از اختلافی که با مارکس داشت و همینطور از پرودون یاد کردم و گفتم که به گمان من در این دعواها همیشه مارکس محق نبود، لااقل در مورد مسئله دولت به گمان من واضحه که مارکس محق نبود و باید این رو راجبش مکس کرد. من در مورد خب اینجا من از خیلی چیز، از اوروکومونیسم صحبت کردم، از آنارشیستا صحبت کردم، از خیلی ها صحبت کردم، سعی کردم در یک مجموعه منسجم راجع به این قصه ها صحبت بکنم، ولی اگر بخواید سهم نگاه آنارشیستا در کار من رو ببینید یا اونجایی که من باشدم از جمله در تئوری جامعه شناختی دولت، باید بگم که من تئوری جامعه شناختی دولت از نگاه آنارشیستا زیاد مکس نکردم و نمی کنم، ولی از زاویه اقتصادی چرا؟ چون به نظر من اتفاق آنارشیستا که موسوم هستند زیاد در و اقتصاد در مقابل مارکس چیزی نداشتن، من بر این باور هستم که عناصر قوی تو کارهای اونها هست
که برای تئوری ارزش در حوزه دولت دارای اهمیته. ما خیلی ساده خلاصه کردیم تئوری ارزش رو فقط به مفهوم ارزش در بازار. مگه ارزش در بازار تنها شکل ارزش کالا فقط باید بازار سنجش میکنه؟ مگه در یک نظام تعاون کالاها ارزش گذاری نمیشن؟ مگه در داخل دولت ارزش گذاری نمیشن؟ تئوری من اتفاقا عنصر جدیدی که من اضافه کردم، سهمی که من ادا کردم به نقد اقتصاد سیاسی و به گمان من پر کردن همون حفره ای بود که مارکس صحبت میکرد، یعنی تئوری دولت، اتفاقا برمیگرده به مفهوم ارزش نزد در یک مکانیسم تخصیص منابع از طریق دولت. و در مورد اینکه چی چه جوری چقدر تاثیر پذیرفته بس هر کدومه اینا باید به کارا رجوع کنیم. با یه سخنرانی من قادر نیستم همینا رو، باید اصلا این بحثی گذاشت راجع به جای فکر آنارشیست ها در این مجموعه. اما سوال پرسش دومتون در مورد کارل شمیت، من فکر میکنم کار کارل شمیت اهمیتش در اینه که، و این واقعیتیه، ببینید این در یک جایی در واقع مفهوم دیکتاتوری رو لنین توضیح میده، در دیکتاتوری پرولتاریا، که میگه دولت، قبل از اینکه توضیح بده میگه دولت چیه، میگه دولت قوه قهریه‌ایه که در اساس به هیچ قانونی وابسته نیست. یعنی شما برای اجرای قانون به دولت نیازمندید. خب ولی حالا اگه دولت خرابکاری بکنه قصه نمک میمونه دیگه، هر چه بگندد میزنندش نمک، وای به روزی که بگندد نمک. اگر منشأ قانونگذاری اکسترناله، خارجیه و دولته، اگه دولت خودش در واقع چیز بشه برای قانونگذاریش، چه چیزی باید کنترل کنندگان رو کنترل کنه؟ خب و کارل شمیت در اینجا بحث مفصلی داره بین حقوق، دایره حقوق و دایره زندگی، و اینکه شما نمیتونید لزوما تعریف دولت رو بر مبنای قانون توضیح بدید، بلکه باید توضیح بدید کجا دولت تصمیم میگیره برای قانون گذاری. خب این پایه فکر لیبرال رو، لیبرال دموکراسی رو تغییر میده، و این زاویه فکر شمیت در زمینه دولت‌های استثنایی. به نظر من یکی از کسایی که خوب این موضوع رو به اصطلاحش توجه کرده در واقع همین فیلسوف ایتالیایی هستش، اسمش موقتا یک بار از خاطرم گریخت ولی تو صحبتم آوردم اسمش رو، مال کارل شمیت رو، که در واقع دولت‌های استثنایی چه جایی دارن. برای کارل شمیت، آگامبن، ببخشید، گیورگی آگامبن، آگامبن در واقع در کتابش به اصطلاح برای دولت‌های استثنا، لحظات استثنا، این مرز رو روشن میکنه که شمیت به این قصه میپردازه. ولی برای شمیت این امر عمومیه، و خب از اونجا تو میتونید به راحتی بگید که دولت پیشوا چرا مقید به مقرراتی نیست به جز مقرراتی که خودش وضع میکنه، و زندگی این رو میخواد که مرز حقوق و غیر حقوق در کجا ترسیم میشه. این اساس فکره که چقدر دولت استثناء استثناست یا یک روال قاعده هستی دولته، و نباید به عنوان امر استثنایی به این استثناء برخورد بشه. رفیق مهرداد ای خسته نباشید، یه نفر دیگه هم دستش بالاست، این دیگه قول به تو میدم سوال آخریه، بعد دیگه راحتتون میذارید. رفیق عزیز سیامک سلطانی بفرمایید. با سلام و خسته نباشید بسیار به سخنران عزیز. من متاسفانه به خاطر مسئله شغلی کمی بخشی از صحبت شما را از دست دادم، ولی حتما با تشکر از سازمان دهندگان برنامه یادداشت کردم، گوش خواهم کرد ضبط شده را. زنده باشید. شما حتما راجع به استالیپین خوندید، شنیدید، چون اصطلاحاتی که به کار میبرید، واژه هایی که به کار میبرید نشون میده که قشنگ خوندید و من خیلی خوشحالم. استالیپین میدونید که یک اصلاح طلب به تمام معنا بود و متاسفانه خب ترور شد، توسط اسرها ترور شد.
نقش نپ رو. نپ در حقیقت حتما با خبرید این نوشته استالیپین بود و لنین از روی اون دست نویسی کرد، کمی تغییرات داد، به نام خودش داد بیرون. نقش نپ رو در روند حرکت شوروی چجوری میبینید؟ نقش داشت یا نه؟ با توجه به این که نپ به نظرم در برخورد با مواجهه با شکست انقلاب آلمان تر شد، چون روسا لنین خودش میدونست با جامعه دهقانی طرفه و اون داس و چکش هم میدونید که داس دهقان روس بود، چکش کارگر آلمانی بود، صنعتکار آلمانی بود. وقتی انقلاب آلمان شکست خورد، اینا به نپ رو آوردن، به کشور خودمون رو آوردن، یعنی به روسیه. این اگر این انقلاب آلمان، صحبت از اگر هاست، ولی اگر شکست نمیخورد، فکر میکنید به چه سمت میرفت؟ با توجه به اینکه تلاش کردن اینها پرولتاریا رو در داخل کشور تولید کنن، یعنی اون فرستادن 20 هزار کارگر پرولتر به روستاها که روستاها رو تبدیل به پرولتر کنن، از همین نشأت گرفت. اگر این اتفاقات نمیافتاد، با اما اگر صحبت میکنیم، اگر انقلاب آلمان شکست نمیخورد، فکر میکنید مسیری غیر از این مسیری که الان رفت میرفت جامعه و دولت شوروی؟ ممنون از وقتی که دادید، امیدوارم که سوال زیاد بی‌ربط نبوده باشه و به اصطلاح خستتون نکرده باشم. سپاس بسیار. جناب سلطانی، در واقع سه تا سواله، نه یه سوال. برای اینکه استولوپین یه چیزه، نپ یه چیزه، و انقلاب آلمان و رفتش با انقلاب روسیه یه چیز دیگه. خب ما شرطمون اینه که تا 10 باشه. من الان ساعتم 9:52 دقیقه نشون میده، سعی میکنم که در واقع مختصر به هر بخش اینا پاسخ بدم. ببینید، اصطلاحات استولوپین اگر منظورتون باشه، در 1907 شکل گرفت، یعنی در دوره اول انقلاب دموکراتیک 1905. بعد از شکست انقلاب یه سری اصلاحات اقتصادی انجام شد که اصلاحات از بالا بود، که نیروی محرکش از پایین بود. و خب این مثل فرض کنید نقش ارسنجانیه، اصلاحات ارسنجانیه و امینی ارسنجانی، حالا با بیشتر با این تفکر که میتونه مثلا از بالا هم یه سری اصلاحات ارضی بریده ای انجام بشه بعد از انقلاب 1905 و شکست اون انقلاب یه اصلاحات ارضی صورت بگیره. این قصه یک مقداری در چهارچوب اون حرفی قرار میگیره که مارکس زد، که حتی ضد انقلاب هم باید وارث و وصی انقلاب باشه، و اگر با انقلاب پیش نرفت، ولی انقلاب اون هول اولو داد برای اینکه اصلاحاتی حتی تدریجی و نسبی و موقت صورت بگیره. نپ قصه از یک طرف دیگه است، یعنی قدرت بلشویکاست که تک افتاده، تونسته دوره کمونیسم جنگی رو به پایان برسونه، اون حمله 14 کشوری که محاصرش کردن رو بشکنه. ولی باید در نظر داشت که روسیه 1921، تاریخ برگزاری نپ، روسیه‌ای که بخش عمده‌ای از کارگرای صنعتیش که در دو مرکز بودن، یعنی در مسکو و پتروگراد، سن پترزبورگ سابق، اینا در واقع داغون شده بودن و تو حزبم بخش کارگری حزب، کارگرای آتریاد کارگری ضعیف شده بود. و مقاله‌ای داره لنین که میگه خصلت کارگری یا پرولتری حزب ما امروز به وسیله خود طبقه کارگر تعیین نمیشه، بلکه وسیله کمونیستای قدیم تعریف میشه. و حتی تاکید داشت برای اینکه باید درهای حزب رو بست، برای اینکه خلوص کارگری حزب به شدت اومده پایین. خب در یه چنین شرایطی میگفتش که ما برای اینکه بتونیم قدرت رو در دست داشته باشیم و به قول شما منتظر این باشیم که انقلاب آلمان هم که شکست خورده، لیبکنخت لوکسامبورگ رو به قتل رسوندن و حزب اسپارتاکوس در موقعیت اضمحلال قرار گرفته، برای اینکه وقتی بخریم باید عقب نشینی کنیم تو حوزه اقتصاد. خب
نپ از اینجا اومد، ولی با این ایده که قدرت سیاسی با همون کنگره ده حزب کمونیست باشه، یعنی نه اسعارها نه هیچ حزب دیگه غیر از حزب کمونیست آزادی نداره و لغو کردن. یعنی قدرت از لحاظ سیاسی انحصاری از حوزه اقتصادی باز کنیم. بی تردید این خیلی شباهت داره به چین سال 1979، برنامه‌ای که تنگ سیاوپینگ میگفت. خب مهم این است که گربه موش بگیرد، چه سیاه چه سفید. حزب کمونیست برای اینکه قدرت انحصاریش حفظ کنه، وضع اقتصادیش رو یه مقداری باز باید بکنه و بتونه با توجه به تحریم‌های قویی که علیه روسیه ایجاد کرده بودن قوای غربی بعد از کنفرانس صلح در واقع کنفرانس ورسای 1919 و بایکوتی کرده بودن، برن پای مذاکرات. حالا من کلی اونجا بحث هسته، لنین حتی برای شرکت در این کنفرانس چجوری از کارهای بعدی در کنفرانس ژنوا که میخواست شرکت بکنه، چجوری از مقاله از کتاب جان مینارد کینز که اون موقع جوانی بود نماینده انگلیس ها و میگفت باید با روسیه شوروی ما روابط تجاری داشته باشیم و آلمان شکست خورده رو داغون نکنیم، از اونها استفاده میکردن، گارد بلشویکی در زمان مذاکرات ژنوا با غرب که راه تحریم رو بشکنن و میگفتن سرمایه‌داری دولتی حتی از جمله غربی‌ها بیان سرمایه‌گذاری بکنن. خب آیا نپ الهام بخش سوسیالیسم رفرم شده بود؟ بله. شاهد این هم هستیم که وقتی اومدن در دوره استالین نپ رو زدن کنار و گفتن باید در واقع انباشت اولیه سوسیالیستی صورت بگیره و بعدها بوخارین دو مرتبه میگفت نپ رو باید تداوم میبخشیدیم، در واقع قصه همینه. یعنی قصه اینه که آیا یک جور عقب نشینی تو حوزه اقتصاد صورت بگیره، با سرمایه‌داری به اصطلاح بیشتر استفاده بشه از مکانیزم‌های سرمایه‌دارانی یا نه. این پاسخ منه. نقش نپ چیه؟ الهام بخش اصلاحات اقتصادی است در چارچوب سوسیالیسم نوع شوروی، ولی نقش نپ به لحاظ سیاسی در این حال تداوم قدرت انحصاری حزب کمونیسته. مثبت است یا منفی؟ به نظرم هم منفی هم مثبت، ولی در مجموع ما را راهی جز در بهترین حالت چیزی که امروز در چین مشاهده میکنیم زیر همین رژیم آقای لی شاوپینگ لی چیز نیست شو ببخشید یه توقفی ایجاد شد، به هر حال با خلاف اون چیزی که امروز در چین داره اتفاق میفته نیست. اگه انقلاب آلمان شکست نمیخورد چه میشد؟ واقعیت امنی که خب خیلی شرایط اقتصادی و سیاسی فرق میکرد، ولی اینکه چه میشد خیلی خیلی سخته. اجازه بدید در مورد اینکه آیا میتونست واقعا یک نوع سوسیالیسم شکفته شده ای پیش بره، به گمان من نه، میتونست اوضاع کمی تغییرات مثبتتری پیدا بکنه، ولی اینکه آیا نظام شوروی مشکلات پایه‌ای تری داشت یا نداشت، به نظر من داشت و من فکر نمی کنم انقلاب آلمان حتی در صورت موفقیتش باعث می شد که ما به تمامی از اون چی که شاهدش بودیم خارج بشیم و فکر می کنم یه مجموعه مشکلات در خود نگاهی که در شوروی به مسئله انقلاب وجود داشت و در این حال سطح مجموعه توسعه اقتصادی اجتماعی اون دوره رو باید در نظر بگیریم. ولی این موضوعی که جاش بحث بازه، من به این یکی با اجازتون وارد پاسخ جزئیات نمیشم به خاطر که یک دقیقه از پایان وقت باقی مونده. برای همه میخواستم آرزوی سلامتی و سعادت و توفیق بکنم. خسته نباشین رفیق مهرداد، ممنون از صحبتتون و تا این وقت هم با ما بودید و تشکر از همه رفقاتی با ما تا حالا بودن. دیگه جلسه رو به پایان برسونیم. بخش دوم بحث رفیقمون مهرداد هر وقت به صدا تعیین شد خدمت رفقا اطلاع خواهم داد. فقط در پایان بگم جلسه بعدیمون رفیق مرتضی سامانپور صحبت میکنن، سر موضوع صحبتشون سر سرمایه مارکس و مسئله استعمار. من دیگه حرفی ندارم، با اجازه رفقا دیگه شب بخیر میگم و جلسه رو به پایان میرسیم.
بازم تشکر مجدد از رفیق گرامی مهداد عزیز. شب بخیر.